اونایی که منو میشناسن میدونن که سفر جزء جدایی ناشدنی شخصیت منه و شوق سفر همیشه در من زنده است. مقصد تازه سفرم سرزمینیه که از موهبت مردمانی با فرهنگ‌های مختلف و با جغرافیایی از آیین‌های زیبا، خوراکی‌های بومی خوشمزه و محصولات صادراتی متنوع برخوردارم. سرزمینی که به رنگین کمان اقوام در دامان دریاچه درخشنده شهره است و تنها نقطه ای از ایرانه که با سه کشور آذربایجان، ترکیه و عراق هم مرزه. راه ورود به غرب از دل این سرزمین می‌گذره. سرزمینی که نوبت درخششش فرا رسیده و یکی از مقاصد اصلی گردشگری ایرانه. این سرزمین قلبی از تاریخ داره و مردمانش شوق زندگی رو در وجود خودشون کشف کردن. مردمانی ساده، مهربان و البته از حیث شادی بیکران. و حالا من اینجا در سفری خاطر انگیز به سوی شمال غرب ایران، تاج زاگرس. مهاباد شهری سرسبز که در میان چندین کوه واقع شده. مردم مهاباد به زبان کردی سورانی با لهجه مکری یا مکریانی سخن میگن. نام مهاباد در دوره قاجار به آذری صافوج بلاغ بود که در زمان حکومت رضا شاه به مهاباد تغییر داده شد. دیرینگی این شهر دست کم به دوران صفویه برمیگرده. شهر مهاباد در کالبد کنونی توسط سارونبک از ملوک کرد ساوج بلاغ مکری در اوایل سده 11 هجری قمری بنا شد. این شهر همه ساله بیشترین آمار گردشگران رو در استان به خودش اختصاص میده. از جاذبه های گردشگری این شهر میشه به رودخانه و سد مهاباد که یکی از بزرگترین سدها به محلات مسکونی در جهانه و یا بازارچه و بازار بزرگ تاناکورای مهاباد که تأمین کننده اصلی لباس دیگر بازارها و مغازه‌های تاناکورای کشور اشاره کرد. کار کجاست اینا؟ نهر مال اونجا از اون بکنم تبریز ده. بعد چاقواتون چی؟ محبت ده. چاقوات زنجانه؟ چاقواتون چاقوی زنجانه؟ اینا بکنه. مال خود بکنه. آخه با این زک میگن. میگن درسته؟ آره. درسته یا نه؟ این زک، نه این زک با چاقو چه نسبتی داره؟ این اینو تو به خدا نه دیگه آدم میکشه. این آدم میشه اینو دست بود. خواب امروز این همه مرد با لباس کردی در داخل یه پارک رو ندیده بودم. دقت کردم دیدم هر کدوم از اینها یه بساطی دارن و داد و ستد بینشون انجام میشه. یعنی به نوعی میشه گفت بازار پارکی. به هر کجا که سفر میکنید یک اصل رو فراموش نکنید. حتما طعم خوراکیای اون رو بچشید. شکمگردی از جذابترین و به یاد ماندنی ترین بخش های گردشگریه. در بازار روز مهاباد من قصد دارم یک سکونه مهابادی بخورم. میون مردم مهربان مهاباد هوس کردم یک صبحانه مهابادی بخورم. آقا چه صبحانه خود ما توصیه میکنید بخورم؟ این یارماسوی هلکه و بونی کره محلیه. یعنی چیز کم نداری درست میکنی؟ سیب زمینی تخم مرغ. تخم مرغ. آرشی بزمینه. تا
تخم مرغ و سیب زمینی و کره رو ترکیب میکنن. آقا با من گفت درسته؟ به اضافه املت. خودت چی انتخاب کردی؟ والله من چرا؟ خوشم نمیاد. این صبحانه نمیخوری؟ صبحانه میخورم. من یه دینیم خوشم نمیخورم. پادوق محلی؟ این نهار نیست، صبحانه هست. صبحانه هستش. دوستان باید دوغ بخورن که باید بخوابم، تا غروب باید کار کنم. برای دوستان یا مشتریان اینجوری دوزارن. بعد داخل دوغ چیه؟ اینها چیه؟ شیویت و گل محمدیه. شیویت و گل محمدی رو میریزید که چه تأثیری داره اون وقت؟ واسه روده خوبه، واسه اعصاب خوبه. خوبه. برای اعصاب خوبه. بله، از مهمانان گرامی. انسان‌های پرتلاش این منطقه به خاطر فعالیت‌های زیادشون صبحانه شدن. خیلی قدیه. بریندارم بچاوی تو لیم گره دنالنم لدوری تو چاوره چاو زور جوان بیری خال دان دان بیری تا قلو دی بیری زور من دال کار بیری تا قلو دی بیری خون شی بهار بیری گمن دا سوتیم بو تو هر وقت شمی دلم داو با تو بخاطر جمی مشتی تو متوج آوابی غمی دپرسیلم من گلگ و کمی چاو زور جان بیری خال دان دان بیری تا قلو دی بیری زور من دال کار بیری تا قلو دی بیری زور من دال کار بیری چاو زور جان بیری خال دان دان بیری تا قلو دی بیری خون شی بهار بیری. عالی بود، عالی بود. در منطقه کوهستانی زاگرس گذرگاه‌های صعب العبورش، کم بودن راه‌های ارتباطی ماشین روش، نوع مشیت مبتنی بر دامداری و کشاورزیش و ضرورت تحرک فراوان در فصول سگانه بهار و تابستان پاییز که فصل‌های کار هستند، پا افزاری رو می‌طلبه که سبک، راحت، مقاوم و خنک و در عین حال ارزون باشه. پا افزاری چون گیوه بهترین پاسخگو برای تمامی این نیازها بوده و هنوز هم میتونه باشه. گیوه نوعی پاپوش تابستانی، سبک، با دوام و مناسب برای راهپیمایی‌های طولانیه. دارای قدمتی طولانی ویژه مردان روستایی و از جمله صنایع دستی مناطق کردنشینه. همه مراحل تولید این پاپوش دستیه و عموماً از نخ غالی و نخ ابریشم دوخته میشه. سلام جمال، احوال شما خوبی؟ احوال شما قربونت برم. جمال کرمی استاد گیوه دوزیه که از اورامانات به مهاباد مهاجرت کرده و در این شهر امرار معاش میکنه. خوش اومدی آقا جمال. جمال شما رو، تمام کفشات سفیده، اصلا خودت هم نور اختیار داری، بزرگواری. میدونی چرا؟ حفظ سنت قدیم کار هر کسی نیست. بله درسته. آخه انقدر کفشای ماشینی و اینا اومده بازار شما تخته شده. بله درسته. بله درسته. ولی در شیشه ای تخته نشده. بله بله. این جنس رویش دارم پارچه است، درسته؟ نخ. اه. نخ خالص. نخ خالصه. کفشم پارچه است. نخش نخ، انواع نخ داریم. نخ نایلون داریم، نخ 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 این پنبه. نخ پنبه. بله. پس این خام سفیده دیگه، خودمون رنگ زنیم. حالا قرمز و آبی داره، آبی و سفید داره، سفید و قرمز هم داره، چهار تا رنگ. کپ این گیوه بله پارچه است. بله بله پارچه. بله. من یه جایی دیدم لاستیک هم میزنن. نه اون دیگه خودش یه روی کفی میزنه روش. اون دیگه اگه کفی هم زدی دیگه میشه کفش معمولی. معمولی. این خاصیتی خودش اینه دیگه روش که پارچه است. پارچه است. با چرمه. بله. این کفش میمونه همینطور باقی؟ نه این پلمبه، این استفاده نشده است. مشتری خرید اینو برش میبره. میبره. بله بله این استفاده. این نشانه این پلمب شده. بله بله. بعد کفش هم حالت فنریت داره خودش. نه نه باز شد الان. نه اون خودش حالت فنریت داره دیگه. یعنی جنسش اینه؟ بله بله باید اینجوری باشه. این یه تیکه باشه دو روز نمیبره میشکنه. بله. اون خودش حالت فنریت داره، بازی میکنه توی پا. آها. مواد اولیه شو از جای دیگه میاریم. بله بله مواد اولیه شو از جای دیگه میگیریم. پارچه شو میگم از تهران و تبریز. تهران و تبریز میگیریم. نخش 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 از تبریز میگیریم. پارچه شم تهران و اصفهان میگیریم. خب آقا جمال این الان پای چپ یا پای راسته؟ فرق نمیکنه. چپ و راست نداره. اگه میشه هم چیزی کفش چپ داره راست داره. این نداره. یعنی من الان این پای چپ بپوشم فرق نمیکنه، برای پای راست میشه.
یه کج نیست؟ نه نه با هر پای بپوشی فرم پای خودت قاله میگه. خب این 43 اون قالب نخورده، اون 42. بله بله. خب این 42 تنگه خود. تمام. بدی من یه قالب بزنم. حالا به زحمت اینو امتحان کن ببین میشه. دارم چند شکش؟ دیگه تمام قالب خورد. آره باز شد. نه باز کن ازم پاشنشو بکش بکن. نه خوب شد. بعد این میخوایمشو باقی میمونه. ثابت میشه. خود از زمان نمیافته. نه نه اصلا. زنگ نمیزنه و این میشه همچه دیگه. چرا آخه؟ نمیزنه دیگه. چیزی که سنتیه کاریداز اینجوریه دیگه. خیلی خوشگله، خیلی دوام داره. از همه کفشام این محکم‌تره. برای دوختن یک گیوه، ما میگیم گیوه، شما چی میگین؟ کلاش. کلاش؟ بله. کلاشینکوف را کن از شما گردن. فارسی گیوه ما کردی کلاش بهش میگیم. بیشتر گیوه بافی در کجای این منطقه مرسومه؟ بله منطقه اورامانات. اورامانات. بله بله. من اینجا یه عکسی میبینم. بله. عکس باباتونه؟ اون مال عمومه. خیلی قشنگه. این روی نمد همه چیز سنتیه. شما هم نمد نیست، موکته. نه نه، من موکته. جدا شدی از سنته. چرا؟ باید چیز سنتیت روی چیز سنت باشه دیگه. حالا این به خاطر اون یه خورده اون چیز زباره، حالا تابستون گرمه. نمد تابستون گرمه. بله بله. ما تابستون چیز زمستون از اون استفاده می‌کنیم. بله بله. درسته. تابستون هر بافت دوخت هر کف چقدر زمان می‌بره؟ یه هفته می‌بره. یه جفت یه هفته وقت میبره. اصلا خیلی قیمت کم میگیرید که. آقا باور کن میگم از همه کفش ها ارزون تره. حالا یه کفش معمولی اگر این یک هفته اگه یک هفته وقت ببره 200 تومن چی شدین؟ باور کن اصلا میگم چی سود نداره. چیزی که سنتی هم میگه بذار از بین نره. آه تو عاشق این هستی که؟ بله من خودم علاقه داشتم. من از پدرم این شغل رو یاد گرفتم. درسته. دیگه با بچگی راستی علاقه داشتم. از میرفتم پیش بابام اینا رو درست میکرد. پس به فکر اقتصادشان چنان نیستی؟ نه خیر. فقط بیشتر علاقه من هست. بله علاقه من هست. روی این علاقه حاضر یک کفش رایگانم به من بدی؟ در خدمت هم. قربونت. خیلی برمونت. در طرف دیگه شهر من از یک حرفه و کارگاه سنتی بافندگی جاجین و برمال دیدن میکنم که متاسفانه رو به فراموشی رفته. سلام پیرمرد. سلام علیکم. احوال شما؟ استاد سید سلیم آغاز از مردود بافنده های مردیه که هنوز به حرفش وفاداره و کار میکنه. زور بخیره، سلامتی زور بخیره، لفرن و حتر هر بخیره. بخیری بخیری بخیری. ولی من وارد شدم برام سوال پیش اومد. بله. به این که کوزه‌گر میگن از کوزه شکسته آب میخوره، تو هنر به این خوبی داری، جاجین به این خوبی میبافی، چرا کف مغازه دیوارت همه از پلاستیکه؟ پلاستیک کوزه از روم نداریم دیگه. هرچی من درست میکنم مردم میبرن دیگه، مال مردم دیگه. از قبل سفارش میدن؟ آره آره سفارش میدن، میگن برات میاریم شما واسه من درست بکن. خب یقینا هنرت انقدر خوبه که اینطور مشتری داری دیگه. آره آره بله. ما روستاهایی که میرم جاجین باف ها معمولا پیرزن ها هستن یا خانم ها. اولین باریه که میرم یک مرد این هنر رو داره ادامه میده. بله بله والله من خیلی وقت ادامه میدم. 25 سال میشه. 25 سال. بله بله. استاد این رشتهتون ارثیه؟ آره بله از پدرم. از پدرتون میکاره بود. بله. جنس این چوبشون چیه؟ این بهش میگن دارابی. دارابی. بله بله. این چوبا که سوراخ داره چیه؟ برای این هست، ببین. آها، با این پشما رو دور این میپیچی، بعد دوباره میپیچین جمع میکنون و میذاری با این نخ جمع میکنی. بله بله، نخ خود جمع. بعد این دیگه چیه؟ این خرک بهش میگن خرک. آها، چه کاری انجام میده؟ این لوله را جمع میکنه به خاطر جازم و برمالو. ریسندگیه. آره، بافندگی بهش میکنیم. آره، آره. بعد کلن الان شما چی میبافید؟ این نماز سرشو میخوانه، این جازم نیست، این برماله. برمال؟ بله. برمال همون منظور سجاده. بس یه برمال هم برای من درست. چه درجه؟ 120 و 130 من. 120 و 130. بعد پشمو بیاری. با من پشم ندارم. پشمو بیاری. ولی برمال میخوام یه دونه. پشم هم ندارم من. اگر پشم باشد یه روز یه برمال رو تمام میکنم. اگر پشم آماده باشه. اگر پشم آماده باشه، ولی پشم نیست. مگه میشه اینجا منطقه دامداریه، پر گوسفنده، چطور پشم نیست؟ ببین این پشما اینا دیگه بیاد شدن، مردم نمیخوان. چرا؟ توی بازار یک وانه چیه دو متریه، یک برمالی ها دو متری هست،
اونو میخرن. آه منظورت این که تخت برمال ماشینی جایگزینه جایگزین ماشین. آره جایگزین این شده ایده. آره بازار اینم تمام شده دیگه. درسته دیگه الان نه؟ درسته. خب پس شاگردی قبول شده. آره خب بسوری. برمال رو باید به من تخفیف بدی؟ به خاطر این شاگردی کردم برات؟ چشم. و من هم از شما خواهش کنم یه ذره کردی برام بخونی. دسما سر نای علشکه نای برایان بر بایا بوکایانه وی وی برایان بر بایا بوکایانه Let's master now, let's share now. Better, better, share like اما هستن جوانایی که دل در گرو پیشینیانشون دارن و مشتاق بازسازی، بازآفرینی و نوآوری صنایع دستی سرزمینشون باشن. کوثر جاف از جمله سفالگرایی که خیلی زود به درجه استادی رسیده و تازه کارگاهش رو افتتاح کرده. به 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 چقدر زیبا دکورت هم خیلی زیباست. حالا تمامی این وسایلی که خلق کردی تنها برای دکوره یا اینکه واقعا میشه تو این چای نوشید؟ نه اینا همشون مصرفیه، همشون قابل استفاده است، کاربردیه. این کار الان مثلا کلن دست سازه، همشون با دست ساخته شده و سه مرحله اینا کوره رفته. ببین الان خیلی کار برده، درسته یا نه؟ بله، تقریبا یعنی... یه ماه مثلا کار شده روش، هنوز هم کار داره. این کار یکی از هنرجوهامه که کلن با دست ساخته شده، با یه روشی به اسم فیتیله یا کویل بهش میگیم. توی این سرویس غذاخوری میبینم نقش های خاصی پیاده کردید. این تر اسمش چیه؟ این تر رو ما بهش میگیم هوری. هوری. و توی پارچه هایی که برای لباس های سنتی و محلی ما استفاده میکنیم این مدل پارچه رو ما داریم. این ترها هم باز همشون توی همون پارچه های قدیم بوده یا جاجیم های قدیم بوده. بله اینا همشون هست. این یه طرح نوعی من میبینم، اینم از روی طرح پارچه‌های قدیم گرفتی؟ نه اینا یه لعابایی که مثلا خود کارگاه ما تولید میکنه. خاص کارگاه شما؟ بله خاص کارگاه خودمون. اکثر کارا یه چند تا کارم اینجا هست، باز اینم از همین لعابه. کارهایی که اون سمت هم هست باز از این لعاب ما خیلی استفاده میکنیم. درسته. کلی کارآموز هم داری درسته؟ بله اینجا آموزش هم داریم. کارآموزامون هم الان خیلی هاشون خودشون دیگه کارگاه خودشون رو دارن، از شهرهای دیگه مثلا میان اینجا کار میکنن، یاد میگیرن دورشون، بعد الان برای خودشون کارگاه دارن. با یک ساعت رانندگی از مهاباد به سمت جنوب شرق به روستای سهولان و غار معروفش سری میزنم. سهولان در زبان کردی به معنای یخبندانه. دمای داخل غار حدود 10 تا 15 درجه خنک‌تر از هوای بیرون غاره. بهنام مظفری زمینشناس راهنمای من میشه. کبوتر و خفاش در این غار زندگی میکنن. بله. سنگ‌های و تشکیلاتی که ملاحظه می‌فرمایید کلاً آقای خلیلی سنگ‌های رسوبی هستن با ترکیب شیمیایی CaCO3 یا کربنات کلسیم. درسته. بله که مربوط به دوران دوم زمینشناسی یا دوران مزوزویک است. خیلی زیباست. بسیار عالیه. ساختاری که آقای خلیل ملاحظه می‌فرمایید به علت محلول بودن خود سنگ آهک در آب. می‌دونید که فقط سنگ‌های آهکی هستند که در آب محلولن. این اشکال استلاکتیت و استلاکمیت یا به فارسی چکنده و چکیده که ملاحظه می‌فرمایید یا اشکال بسیار زیبایی که گاهن تشبیه میکنن به درخت، به بعضی از حیوانات،
به وضعیتایی که در ذهن انسان ساخته میشه و انسان در ذهنش اون رو میبینه. دقیقاً این به صورت کاملا طبیعی هست. درسته. اهمیت این نوغارها از نظر زمین شناسی چیه؟ به لحاظ زمین شناسی غارها نشان دهنده تشکیلات‌های آهکی هستند که ما به عنوان یک زمین شناس در وهله اول متوجه این میشیم که رسوبات یا مناطقی که داریم جستجو می‌کنیم یک منطقه آهکی است. توجه بفرمایید که تمام غارهایی که در کل دنیا و ایران هست مناطق آهکی و کارستی هستند. من مثال میزنم برای شما، مثل غار علی‌صدر در همدان، غار کرفتو در بین سقز و تکاب و بیشتر غارهایی که در ایران و سایر کشورهای دنیاست غارهایی هستند که آهکی هستند و ترکیب شیمیایی آنها کربنات کلسیم هست. وقتی یک زمینشناس به چنین غاری برخورد میکنه چه اطلاعاتی به دست میاره؟ خیلی خیلی به ما کمک میکنه. اولا در تهیه نقشه‌های زمینشناسی مناطق و دوم اینکه مناطق آهکی نشان دهنده وجود دریاهای عمیق در گذشته‌های خیلی دور بوده. بله، چون سنگ‌های آهکی فقط در مناطق دریایی تشکیل میشن و ما متوجه میشیم که در دوران‌های زمینشناسی که تقسیم بندی شده به دوران‌های اول، دوم و سوم زمینشناسی، این منطقه یک منطقه دریایی بوده و رسوبات آهکی در این منطقه رسوب پیدا کرده. درسته. به نظر شما نباید بزنید. ببین اینو من باید اینو بزنم که سر اون ور بیاد. نکن. باید یه فرم جلومونو ببینیم. اینا غلطه. به خدا وعده بدید من درست میکنم. بفهمید. نباید همون میافتیم تو آب. این جلو رفتن ما. نه به من یه هولی بدم اینجا. این اینو بگیرم. درست. ما باید کدوم طرف بریم به نظر تو؟ دیدی؟ درست مانده است این؟ باید سر شیز بره جلو. غار سهولان در زمره یکی از بزرگترین غارهای آبی ایران قرار داره و قایق سواری در دریاچه اون یکی از جذابترین جاذبه های این غاره. اصطلاح کشف شد. دقیقا کشف این غار تاریخ مشخصی نداره، ولی ببینید در طول تاریخ بشریت غارها پناهگاه و مفری بودن برای پناه گرفتن از جنگ ها، از وضعیتی که برای انسان ها پیش اومده. انسان ها معمولا در غارها پناه می گرفتن. درسته. ولی دقیقا در چه تاریخی کشف شده دقیقا مشخص نیست. بیم الان بالای غار. بله. یه شکل دقیقا مثل ستاره دریایی هست. خیلی قشنگه نه؟ بسیار زیباست. این هم همون که عرض کردم سنگ های رسوبی به علت شکل میدن اینو. اونجا به نوشته لات پشت. بله. اینم باز همون ببین. شکلی که فسیل ها دادن درسته؟ یا بله. شکلی هست که از انحلال این سنگ به وجود اومده. آها. بله. من شنیدم در بعضی از قسمت ها تا 60 متر عمقش میرسه. بله دقیقاً دوست میفرمایید تا 67 متر عمق این غار اندازه گیری شده. در همه جا نه، بعضی از جا. بعضی از جاهاش بله تا 67 متر بله عمق این غار هست. پس باید این منطقه آب فراوانی داشته باشه. میزان بارندگی در این منطقه بله زیاده. پس ذخیره آب این منطقه بالا باشه. بله میشه باید بالا باشه. بله بله. تا کنون حدود 250 متر از محدوده خشکی و 300 متر از محدوده آبی این غار زیبا کشف شده. بزن. بعد این جلوتو بگی. آره. آقای مظفری زمین شناسیش عالیه، اما بله. دریا نوردیش عالیه. خیلی ضعیفه. بله. آره نزدیک به صدا فردار موازه باشه. سرشو بپا. سرشو بپا. آفرین. آقای مهندس زمانی که وارد شدین خفاش و کبوتر زیاد بود. غیر از کبوتر و خفاش چه موجود دیگه در این غار میتونه زندگی کنه؟ مردم محلی اینجا اسم کونکوتر یعنی کبوتر. بله. کبوتر جای. بله. لانه کبوتر. کونکوتر. بله. محل کبوتر رو برای درسته. این غار انتخاب کردن چون زیستگاهی است برای پرنده کبوتر. مهندس نگاه کن. تخم گذاشته کبوتره. بله. بله می‌فرمایید. یه سری میکرو ارگانیسمایی هم هست که موجودات بی‌هوازی هستند و در خود آب زندگی میکنن. حدود سال‌های 1910 میلادی یکی از سیاحان معروف فرانسوی به نام ژاک دو مورگان به این منطقه میان و جالب توسط اهالی همین منطقه یک کلک کوچیکی درست میکنن و با
استفاده از همون وسیله میان داخل غار، میان داخل بدون امکانات اولیه، یعنی بدون اینکه چراغی باشه و تاریک و محض. دقیقاً دقیقاً. حالا شاید مثلا یه بله وارد این چراغ قوی داشتن، وارد این غار میشد و چه جرأتی داشت. بله، نقشه‌ای که تهیه کرده از این غار با نقشه‌ای که الان پیاده شده روی با وسیله دوربین‌های نقشه برداری میشه گفت جزو دقیق‌ترین نقشه هاست که ژاک دو مورگان فرانسوی تونسته رسم کنه و با اون امکانات کم. دقیقاً، بله بله. بعد از غار علی صدر دومین غار آبی بزرگ ایران، این غار به لحاظ تقسیم بندی این هم گفته میشه. ای بابا ای بابا ای بابا غارنوردی و قایقرانی چندین برداشته ما به اتمام رسید و برای استراحت آماده میشه تا بیننده مراسم آیینی کوسه به داس در روستای سهولان باشید. صدا صدای ساز و دغله، صدا صدای فراخوندن جشن و سروره. این مراسم به مناسبت زنده شدن زمین، راندن درد و بلا و نوید دادن بهار در شب قبل از تحویل سال برگزار میشه. مراسم کوسه به داس از جمله بازی‌ها و نمایش‌هایی که توسط گروه‌های 2 تا 6 نفره برگزار میشه و اجرا کنندگان این رسم معمولاً شامل کوسه، توبرکش، نیزن، محافظ کوسه یا دوگه و مردی که طناب دور گردن کوسه رو در دست داره. او بود. والا برسيتي. ايه. هذا والله. كوسا. كوسا. لا برسيتك. برسيتك اطراقين يا الله. كوسا. در این مراسم یک فرد جوان یا میانسال نقش کوسه رو بر عهده میگیره که لباس کردی محلی ژنده و شلخته ای پوشیده و صورتکی از جنس نمد که دارای 2 شاخ نمدیه به صورت میزنه. این فرد ریش و سبیلی از پشم گوسفند برای خودش تهیه میکنه تا شبیه بز در بیاد. در این مراسم فرد کوسه با نواختن سازهای محلی از جمله دف، دهل یا سرنا به استقبال مردم میره. تا زمانی که صاحبخونه هدایایی به او ندن، حیات خونه رو ترک نمی کنه و گروه نیز در این مدت با نواختن سازهای محلی کوسه رو به اصرار به گرفتن هدایای بیشتر تشویق. کوسه به داس. به به. معمولا شب قبل از سال تحویله یا سال تحویله. زر سال تحویله. یعنی با مراسم سال تحویل شروع میشه. عالیه. خوش بشید. زنده باد به شما که اینو زنده نگه داشتید. ممنون لطفتری. و خیلی اصلا یه تئاتر خیابانیه. یه تئاتر خیابانی زنده. خیلی قشنگه. خوش بشید. قربان برم. بعد در خونه ها میریم؟ در خونه ها میریم؟ با هم دیگه بریم؟ بریم؟ سالی تازه و پیروزی، مبارک بی انشالله، سلامت بی اخوه، خوش بی، سلامت بی اخوه، ممنون تیم، لطوش پیروز بی، خیش دکم، فقط بولن موسیقی لیده یا گرانی که من بولد دبی گرانی کش من بولن و تفلا خوشش من رک بولیده که اگلو خمان جان زحمته که من بکشن؟ مراسم طرف میتونه دعوت کنه که موسیقی بزنن یا آواز بخونن بعد تهدید خودشو بده. دست خوش بده. هر
الله سلامت بیا خواه مبارک بیش الله خوش سلامت بیا خواه شیخ نفر امکان داری با چوبم بیان دنبال ما؟ نه سلام علیک سالی تغز و پیروز به مبارک به ایشالله همون سال ده خوشی ده بین خوش بین سلامت بیا خواه برو بابا جم سلامت بیا خواه دوای گوره نکیب که سلامت بیا خواه دوای گوره نکیب که سلامت بیا خواه خوش بین بومن دالانه که لخمان جان سال خوبی داشته باشی دالا بید گوره نک من بابل بونه ارازی واقعا کیفیت اجراشون عالیه و من از دیدن این همه شور و شوق در برپایی آیین کوسه بداس لذت بردم. تا اول لیر اینجاست که هدیه میخواد آه جایی که خره میخوابه باید هدیهش صاحب خونه باید حتما بهش هدیه بده حتما هدیه بده کسا 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 ناسه بسید که کن کسا هر بو خود بدن دن دن نی دبر دستو کن خسته هر سلام علیک سالی تازه و پیروز به مبارک به ایشالله همون سال ده خوشی ده بین سلامت بیا خواه که که جان تا دوای گورانی توپی موسیقی هم کرده و راستی همراه با موسیقی شما یک تئاتر خیابانی رو هم در روستاها اجرا میکنید. بله. حالا من میتونم این کوسه رو نقابش رو بردارم؟ اجازه است بردارم؟ چرا؟ این نباید شناخته بشه. به خاطر این شناخته نشه نباید برداره. نباید شناخته بشه. چون این هر کس حالا به خاطر دوربین ما ببینیم کی هست به حال نمیشه. میزنه. چرا آخه؟ نه میزنه راست میزنه. خیلی خطرناکه. آره این دستاش واسه محافظ خودشه که شما محافظش هستی که نوبت گردنش؟ آره. خوب آدم، خوب محافظی که نمیتونه ول کنم. نمیتونه ول کنم. اگه ول کنی چی میشه؟ کسی هم نمیتونه بهش نزدیک بشه دیگه. درسته. به خاطر دستاش. این بود قصه کوسه چی؟ بداس. بداس. که اجازه نداد نقابشو برداریم و روی زیباشو ببینیم. آی خلیلی با اجازهتون ما داریم تقسیم میکنیم خدا برکت بعد از اجرا نوبت به تقسیم هدایا میرسه جمع کردیم و چی آوردیم کوسمون که نصف تخم مرغمون رو شکست با شلوغی که کرد اینقدر شلوغ بود شاید توی توبرشون
چیز با ارزش پیدا نکنن، اما هنرمند عاشقه، شیفته همین مردمه، همین که لبخند و شادی رو به لب و قلب مردم می نشونه براش بسیار با ارزشه و بهترین هدیه است. اینم می کنم مهمان امروز. اینم مهمان باشه. هشت. با افتخار. هشت. دو تا تقسیم کنم ببین. اینم واسه مهمان ویژه مون. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. حالا اینو از شما شروع میکنیم. محمود جان. خب حالا این چیزایی که دادم به شما. خب؟ دادم. پولا رو شما میگیرید همه رو؟ من پولا رو نذا تقسیم نکرد. پول چی شد؟ پول نمیگیریم. امسال از مردم پول نمیگیریم. چرا؟ مردم دستشون تنگه. پول نمیگیریم. اصلا. هر چی باشه. الان مردم دستشون تنگه. سالهای قدیم. من فکر کردم با اینکه ما جلو رفتیم یا تو جیبتون گذاشتن. نه. دادن ما نگرفتیم. بزغاله میدادن. بره میدادند. مرغ میدادن. همه شکلات میدن. الان دیگه شکلات هم شیرنیه، هم ساده است، هم زیاد مردم اذیت نمیشن. ما که تنها نیستیم میریم در خونه آمیزه. درسته. یه دسته میاد واسه حلاوه ملاوه، یه دسته میاد جوانا شبگردی میکنن، یه دسته از لای سوراخ خونه های بالا بوم خونه تناب آویزان میکنن. دیگه یه خانواده باید برای همشون برسه. ما که تنها نیستیم، باید راضی باشیم. این عزیزان، این عاشقان، این راویان شادی و بهار، امیدوارم سالهای سال نوید دهنده سالهای خوب برای مردم ایران باشه. مگه میشه من اینجا رو ترک کنم و شاهد رقص کردی نباشم؟ رقص کردی بخشی از آیین‌های نمایشی کردهاست که به صورت گروهی و به شکل حلقه ناکامل مرکب از رقصندگان در حالی که پنجه دستاشون به هم گره خورده و از چپ به راست در حرکتن اجرا میشه. اولین نفر سمت راست گروه که با دستمالی در دست وظیفه هدایت و هماهنگ کردن حرکت بقیه رقصندگان رو به عهده داره، سرعت و ریتم و شور رقصندگان هم بستگی به هدایت اون داره و در زبان بومی سرچوبی کش نامیده میشه. آخرین نفر گروه که در منتهی علیه سمت چپ قرار داره، مسئولیت مشابهی رو داره و به اون بنچوکش میگه. رقص‌های کردی اشکال متنوعی داره، ولی به طور کلی از دو دسته رقص‌های غنایی و رقص‌های رزمی تشکیل شده. مطلوب ترین حالت قرار گرفتن رقصندگان به صورت گندم و جو، یعنی به صورت یک در میان. We'll be right back.
بنچوبی یا گاوانی آخرین رقصنده گروهه که هرچند نقش زیادی در ایجاد ریتم و نشاط رقص داره، اما کمتر کسی راغبه که این نقش رو به عهده بگیره. دست شما درد نکنه. قربان شما. آقا لذت بردید. دستشون درد نکنه. خواهش میکنم، خواهش میکنم. جوانان غیور. محمد محمودپور سرپرست گروه سعی داره جنبه‌های مختلف رقص کردی رو برام تشریح کنه. بله. یعنی فکر کنم زمانی که مثلا رقص برند اینها برای اینکه همیشه بدنشون آماده باشه این حرکات رو انجام میدادن. بعد دیدم ملودی‌ها عوض شد. ابتدا خیلی نرم‌تر بود و شما حرکاتتون نرم بود. بعد یه خورده تندتر شد، آخر دیگه خیلی تند شد که بدنها گرم شد و هم عرب افتادیم و هر آهنگی هم یک حرکات خاص خودشو داشت. بله بله درست. در رفت نرمتون دیدم، بعد با پاتون بیشتر، بعد دیدم بدنتون حرکت کرد، بعد تمام بدنتون دیگه. ما در اصل بهش میگیم هلپرکه. هلپرکه یعنی این با این رقصی که مردم میدونن یه چیز متفاوته. هلپرکه هلپرکه به معنی پروازه. درسته. بعد قسمت آخر که دیگه خیلی هیجان میاد دیگه. این پرید و الاخر اون چیه؟ آره دیگه اون قسمت اون دیگه رز داخل رز شدید دیگه. آره دیگه اونجا دیگه حالت عروجتون بله. دست. یه هر پرکه هم داریم که شکل دایره است. بله. که تعاونتون یا همبستگیتون. بله. منظم ترین شکل هندسه که دایره است. بله. اونم به شکل اونجا است. که نشستیم یه نشان چیزی است. بله. اون نفری که میاد بهش میگیم دورسماله. دورسمالشو تکون میده، یعنی یه توانایی داره. درست. میاد توانایی خودش رو نشون میده. چیزی انفرادیشو، قدرت انفرادی. بله. بله. یه زهایی نشون میدادن که پهلوان میومد نشونای خودش رو درست میکرد. بله. زنده باد پسرم. عرضم به حضورت که اما شما چقدر قشنگ میزنید شما. چیکار کنم دیگه. دستتون درد نکنه. باش میتونم. سلامت باش. چند سال این سازو میزنی؟ من نزدیکی 45 سال. ماشاءالله جواب شما 30 سال نمیشه، چرا 25 سال زدی؟ خب خیلی قشنگ. چهره ماه مهربون و شادت همیشه شاد باشه، همیشه پایدار باشه. آنچه در برنامه بعدی تاج زاگرس خواهید دید. از چهار و نیو اینها بود. من خونه من اینجا نبود. این خونه را زدن. پرستاری که خودشو فدای همشهریاش کرد. هر کسی دیگه هم بود این کارو میکرد. نه من. چرا میزنیش؟ چرا میزنی؟ خوبی باشی؟ چونی؟ بیام گفتم شما را برم کنم پیاسه. آه علی آقایی؟ بله. یه دو ساعتی علافمون کردی ها. سلام. ولی خب دستت درد. السلام علیک رشید خان. سلام علیکم. احوال شما؟ حالتون خوبه؟ قربانت برم. ممنون. دو ساعت دیگه دنبالت میام. یه چای بخور بعدا. خانم به زور آورد شما رو اینجا. نه واقعا. نه به خدا. خودم دوست دارم اینجا.
ماشالله همه اینا پنیره؟ همه پنیره. پس این یک پنیر کوزه. بله. اوه 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 اوه. میشه یه ذره بچشم؟ پنیر خوبه. بله بله.